le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام. هفته گذشته کوتاه شده یک کنسرتی رو که فرهنگ سرای پویا برگزار کرده بود مشاهده کردید. این هفته بخش کاملتری رو خواهید دید، از اونجایی که این کنسرت حدود 2 ساعت طول کشیده بود. علاقمندان میتونن به سایت تلویزیون ایران فردا مراجعه کنن، بخش از هر دری سخنی و کامل اون رو ببینند. خانواده رعنایی که نام ارکسترشون هم همین هست، مجموعه است از اعضای خانواده، هر یک با هنر نواختن، خوانندگی و آهنگسازی که خودتون قضاوت خواهید کرد. Ça c'est une musique qui existe depuis 5000 années. Et on va faire un voyage ce soir avec la famille de Ranaï. On va faire un voyage ensemble. Belle soirée pour vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. بخشی که برای شما اجرا میکنیم کاری هست از ساخته های خودم و با ساز تار و بر اساس یک ایدهی بداه نوازی میشه و اسمش هست دروپلت دنس، رقص قطره. یک نگاه نوعی هست به مقام های کهن ایرانی.
تبریک به شما و یکایی که همکارانتون. اسم ارکستر شما هم هست خانواده رعنایی و برهان امشب همه بینندگان دیدند که کار گروه ارکستر شما واقعا یک خانواده است. برحال بر اثر تمرین و فکر میکنم اون احساس نزدیک بودن خانواده خیلی تو این موضوع دخیل. اثر داشت. آیا شما کنسرت هایی هم در داخل ایران دارید و آیا اصولا رادیو تلویزیون های ایران این رو منعکس میکنن؟ کنسرت هایی بوده و هست ولی انعکاس رادیو تلویزیون کمه. نمیدونم. نه نبوده. خب حالا باید بریم به سراغ نمیدونم بگیم میهمان یا میزبان، اما به عنوان یک احترام و یک ارزش همکار ژاپنی شما که بینندگان کار ایشون رو و تلفظ ایشون رو دیدن حالا بهتر خواهند دید. شاید باید ساده ترین سوال رو از شما بپرسم. بله. یک خانم ژاپنی چرا موسیقی ایران و به این فرصت و به این سرعت شما اینقدر خوب فارسی یاد بگیرید؟ فکر کنم من دوست خوبی رو پیدا کردم تو ایران، یکی که این خانواده رعنایی واقعا مثل خانواده، ایشون هم منو مثل عنوان عضو خانواده پذیرفتن و منم واقعا مثل یکی خانواده احساس میکنم. و 5 ماه پیش به ژاپن من برگشتم، الان تو ژاپن زندگی میکنم و اون مدت خیلی سخت بود برای من. بعضی موقع من یادم افتاد که چطور با هم بودیم. بله، این مهربانی رو از خانم رعنایی باید بپرسیم که در کلام و رفتارشون این مهربانی رو میشه لمس کرد. ولی خانم رعنایی من یک سوال شاید حاشیه‌ای داشته باشم. شما هم همسر آقای رعنایی هستید، هم مادر و هم نوازنده و خواننده. به من بگید کدوم یکی از اینا دشوارتره یا کدوم یکی آسان‌تره؟ من فکر میکنم که همه چیز هم آسونه هم سخته. گاهی اوقات احساس میکنم من خب احساس مسئولیت بیشتری دارم و باید انقدر قوی باشم که هر موردی که پیش بیاد سعی کنم که به یه آرامش برسه اگر مورد خاصی باشه، و مثل یک شارژر که هر کدوم از اعضای خانواده شارژشون تموم بشه من بتونم شارژ کنم. خوبه ارکستر رو فقط هم نبره اگر زیاد بود. گاهی اوقات هم خودم شارژم تموم میشه. آقای رعنایی شنیدم. و واقعا هر کدوم از اعضای خانواده احساس میکنم که یه جایی من کم بیارم کمک میکنن. آقای رعنایی با شما گفتگو هم آسونه هم دشوار، به دلیل اینکه شما اینقدر هنرمندید در اجرای سازهای مختلف، در کار خواندن، و من موسیقی نمیشناسم ولی چهره رضایت حاضرین نشون میداد که شما در کارتون تبحر قابل چشمگیری دارید. این تبحر آشنایی با این همه سازها اتفاقی است، تلاش شماست و یا اینکه ضرورت کار؟ اول که خیلی خوشحالم اگر دوستان شننده خوششون اومده از حضار که خوششون اومد، بینندگانم حتما. واقعا جایگاهی که آدم اینجا میشینه یه جور تبادل انرژیه، یعنی من از شننده انرژی میگیرم، سعی میکنم با موسیقی جوابشون رو بدم. ولی من خب از 3-4 سالگی موسیقی رو شروع کردم به تشویق پدر؟ حالا به تشویق نرسید، من اصلا وارد این جهان شدم مثل اینکه سازه تو بغل ما بوده. حالا من اون موقع رو یادم نمیاد. اولین سازی که زدین چی بود؟ تنبور. و تا جایی که یادم خیلی مستقیم من شاگردی پدر رو نکردم، از دور کلاسی که داشتن تدریس میگم من نگاه میکردم میرفتم اون بر خودم تمرین میکردم. یعنی موروثیه واقعا، میشه باور کرد؟ یه جورایی واقعا این جوریه. و حتی من به دوستان صحبت میکردم میگفتم مثلا با پویان دیگه چقدر الان 25-6 ساله میگذره از ساز زدن،
نگاهش که میکنم تو دلش میفهمه من کدوم بخش از کدوم آهنگو میگم چه جوری بزنه. من تو دو تنبک زدن ایشون اینو دیدم. آره، این که یعنی یه چیزی که دیگه به قول پدرم میگه که نوری این وسط است و همه دائما با اون در ارتباطیم. اما این که چرا چند تا ساز میزنم، یا دلیل اولش اینه که من عاشق سازم، یعنی 100 تا ساز بزنم دوست دارم 100 تا ساز دیگه هم یاد بگیرم. دوست دارم جدا از اینکه میشنوم و واقعا لذت میبرم، دوست دارم خودم هم لمسش کنم. این به هیچ عنوان به رخ کشیدن یا اینکه من بیام بگم من اینقدر ساز میدم اصلا اینا نیست، چون اگر بود مشخص بود. آره یه جوی مشخص بود، ولی من خب تنبور رو شروع کردم، بعدش ستار رو گرفتم دست با استاد علیزاده و بعدش دیگه به دستور ایشون گفتم بیا تار بزن، ما گفتیم چشم. دیگه تار رو که زدم تا مدت‌ها هیچ ساز دیگه ای نزدم، برای اینکه این ساز ساز اصلی من بشه. ولی در کنارش شما دف میزنین، عرض کنم کمانچه، دیوان، قپوز، عود، دف، تنبک و دیوان اتوان گفت. کار برادر شما از این بابت دشواره که هم اطاعت از پدر داشته هم از برادر بزرگتر، درسته؟ بله. از این اطاعت راضی هستیم؟ البته این باعث خوشحالیه، برای اینکه تجربه ایشون پدرم، مادرم، برادرم خیلی از من بیشتره و طبیعیه که من باید اطاعت هم کنم. ولی صدایی که میخونین یک صدای خواست و خواسته شماست، آیا اون هم رهبری میشه کار خواندنتون؟ خوندنم که فکر میکنم خیلی زیاد خیلی زیاد، از جهت اینکه نه اینکه به من بگن چی بخون یا چی نخون، اون حال و هوایی که به من میگن و من سعی میکنم همونو اجرا کنم. یعنی برادرم یا پدر مثلا قطعه که ساخته میشه یا بداهه به صورت بداهه مثلا چیز میکنن، اون فضا رو به من میگن که ما توی همچین فضایی میخواییم. خانم رنایی، شما به عنوان جوانترین عضو این ارکستر هستید، آیا این کار باز مثل سوال از همسر کار آسونیست یا کار دشواریست؟ از لحاظ موسیقی میپنید. از هر بابت عضو جوانترین عضو ارکستر، اولی که باعث افتخار منه که توی همچین جو صمیمی فعالیت هنریمو شروع کردم، همینطور آموزشامو و اینکه پیشرفت کردم. یعنی قبل از ازدواج موسیقی نمیشناختین؟ بله، من موسیقی کار میکردم، ساز سنتور مینواختم و آشنایی داشتم با دستگاه ایرانی. بعد از ازدواج خب خیلی پیشرفته تر کار کردم و کارمو توی گروه رهنمایی شروع کردم. واقعا شاید سختی خودشو داشته باشه، ولی من این سختی رو دوست دارم. توصیه شما به جوانهایی که سازی رو می نوازن یا مایلن به نوازن چه هست؟ به نظرم به اون اهدافشون بستگی داره در درجه اول. اینکه اگه این سازی رو می نوازن آیا برای دل خودشونه یا اینکه می خوان خیلی حرفه‌ای تر پیش برن. اگه قرار واقعا حرفه‌ای پیش برن، به نظرم باید عاشق سازشون و کارشون بشن تا بتونن توش غرق بشن.